سلام دوباره. در ادامه برنامه بامداد بخش حال شما و شما هم میتونین که دیدگاه و نظرتان در رابطه با موضوع امروز ما با ما شریک بسازین. مهمان امروز ما هم دکتر نجیب الله عزیزی، متخصص داخلی عمومی و در رابطه با ریزش صحبت داریم. شما میتونین سوالاتتون رو با ما شریک بسازین. صبح بخیر، خوش آمدین. تشکر، عرض سلام خدمت شما، هموطنان عزیز ما و کارکنان خوب شما. بسیار خوش آمدین جناب دکتر. اول بریم به طرفی که سرماخوردگی یا میریزش چی بوده میتونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب سرماخوردگی معمولا عبارت از یک ویروس طرق تنفسی فوقانی است که در این قسمت ما دو مرض را داریم که یکی ریزش یا فلو می باشه و دیگه کامن کولد و یا هم به گفته عوام ایره به نام زکام و یا سرماخوردگی یاد میکنن که دو مشکل جداگانه است. بله، و تقریبا تفاوتای زیادی هم داره بین یکی دیگه. از نظر اعراض و علائم تفاوتای خود را داره، از نظر عامل سببی، از نظر عامل سببی هم اینا متفاوت هستند که عامل سببی کامن کولد و یا سرماخوردگی معمولا ویروس ها میتونه، اکثرا ویروس ها باعث این مرض شوه و زیادتر ویروس به نام رینو ویروس یاد میشه، ولی در شکل ریزش و یا فلو مردم معمولا به نام فلو یاد میکنن یا در کشورهای بیرونی رو به نام فلو یاد میکنن یا می ریزش که اینا معمولا عامل سببی از اینا اینفلوئنزا ویروس است که یعنی اینا متفاوت هستند که از نظر اعراض و علائم هم که حالا اگر ضرورت شد گفته میشه. بله. که اینا متفاوت هستند. عوامل خطر به خاطر به دست آوردن سرماخوردگی چی است؟ خب گفته میشه در شکل کامن کولد یا همی سرماخوردگی معمولا اونایی که عوامل خطر برشان سنجیده میشه کسایی که اطفال که سنشان کمتر از شش ماهه باشه، شش ساله، کمتر از شش ساله، اینا زیادتر در معرض خطر هستند. کسایی که سیگریت میکشن، اینا فوقلاده به خطر هستند و در پهلوی از زمانی که این ویروس داخل وجود از اینا شد، اعراض و علائم اگر پیش یک شخص فرض بکنین شما هفت روز دوام بکنه، پیش یک شخص سیگریتی شاید 14 روز 15 روز دوام بکنه. سن بلند هم میتونه یکی از عوامل خطر باشه و کسایی که آفات زمینموی دارن، مثلا کسایی که سیستم معافیتیشان پایین است، کسایی که HIV دارن، کسایی که همی زردی سیاه یا HBS دارن، کسایی که دیابت دارن و اونا ضعیف شده هستن، کسایی که دواهایی را میگیرن که اونا به نام سایتوتوکسیک یا دواهای سرطانی معمولا یاد میشه، از اینا را میگیرن، معافیت وجود از اینا پایین است. اینا یکی از عوامل خطر میزبان است، ولی عوامل خطری که ما از محیط داریم، ای عوامل خطر معمولا هوای سرد است. چرا در هوای سرد ای به وجود میاد؟ چرا در هوای سرد میکروب زیادتر شخص را میگیره؟ اینجا دو مفکوره است، دو گزینه داریم برای که معمولا گفته میشه که ای انتانات یا می ویروس ها، ای ویروس ها معمولا فعالیتشان در هوای سرد خوبتر است، یعنی در هوای سرد اینا خوبتر فعال هستند. و از طرف دیگه چون زمانی که هوا سرد میشه تفاوت فشار بین محیط خارجی بدن و محیط داخلی بدن به وجود میاد که خود از این میکانیزم دفاعی عضویت را میتونه صدمه برسانه، که صدمه رساندن میتونه خود میزبان یا شخص را ضعیف بسازه و بتونه میکروب خوبتر اثر بکنه. و از طرف دیگه هوای آلوده خودش میتونه یک فاکتور خطر باشه. مراحل سرماخوردگی چگونه است؟ خب مراحل سرماخوردگی معمولا شخص یک در ابتدای خشکی احساس میکنه در قسمت، خصوصا در قسمت انف، و گفته شده که در شکل انفلوئنزا یا ریزش هم قسمت فوقانی طرق تنفسی و هم قسمت تحتانی یا ششها مصاب میشه، ولی در شکل کامن کولد و یا سرماخوردگی تنها قسمت فوقانی طرق تنفسی مصاب میشه که این دو مشکل باید مجزا باشه از اینا. مراحل از اینا در ابتدای خشکی به وجود میاد، سوزش در داخل بینی و گلون به وجود میاد که به تعقیب از اینا یک مرحله است که
فوق العاده افرازات زیاد میشه در این مرحله. افرازات زیاد میشه یعنی احتقان به وجود میاد، قسمت بینی، قسمت گلو، خصوصا قسمت بلعوم، حتی حنجره میتونه به این قسمت مایعات جمع شوه که این مایعات خود شخص را به عذاب میسازه. مو آبریزش بینی که ما شما میگیم که در دو شکل هم ریزش و هم سرماخوردگی در هر دو وجود داره و با تعقیب از اینا انتان ثانوی است. انتان ثانوی مشکل جدی در افغانستان است. همی است که معمولا به یک انتقاد بالای دکترای افغانستان میشه که اینا به هر مریض آنتی بیوتیک میدن. مشکل در اینجا است که چون هوا آلوده است و انتان ثانوی یا اینمی میکروبایی که یکی ما ویروس داریم یکی انتان داریم که انتانا مداخله میکنه، زمانی که انتانا مداخله کرد مشکل را میبره به طرف جدی شدن. پس قطعا که آنتیبیوتیک ضرورت است بر تداوی؟ برای اکثرا نه. این دو شکل را میگه، این یک مرض است که باید در خانه تداوی شود. یعنی هیچ نیازی نیست که پیش دکتر بره؟ بله، این انال مراحل دیگه وجود داره که ما چی وقت باید یک شخص را به دکتر ببریم، چی وقت یک شخص باید این مشکلات در خود ببینه باید نزد دکتر مراجعه بکنه، که چند موضوع است. در اطفال جداست، در کایلا جدا. خب میگه زمانی که تب از 5 روز در نزد کایلا اضافه دوام کرد و یا هم تب یک بار قطع شد از بین رفت و دوباره به وجود آمد، صحیح است، و تب معمولا از 38.5 درجه سانتیگراد بلند رفت. این دو حالت. زمانی که پیش شخص ویزنگ به وجود آمد، ویزنگ همون صدای وزوزی است که از طرق تنفسی شنیده میشه، و زمانی که کوتاه نفسی برای شخص پیدا شد و چیز دیگه که باید پیش دکتر مراجعه شود، کسایی که سردردی بسیار شدید پیدا میکنن، گلودردی بسیار شدید پیدا میکنن و همچنان دردای قسمت ساینس ها پیش کایلا اگر به وجود میه باید نزد دکتر مراجعه بکنن. ولی در اطفال میگه زمانی که طفل کم اشتها شد، اشتهای طفل کم شد، گنگسیت پیش طفل به وجود آمد، تب در اطفال میگه در اطفال الا 12 هفته اگر این تب از 38 درجه رسید یا تجاوز کرد باید نزد دکتر مراجعه بکنن. و همچنان تب از اینا معمولا در هر سن، اطفال در هر سن زیر 6 سال گفته میشه که اگر تب از اینا از 2 روز اضافه تر دوام کرد باید نزد دکتر مراجعه بکنه. و دیگه زمانی گفته میشه که طفل رو به بهبودی نبود، زمانی که طفل رو به خراب شدن رفت، یعنی شما وضعیت طفل را میبینید، طفل به چی حالت است، ابتدا کارهای معمولی خود خوب میکنه، غذا خوب میخوره، شیر خوب میخوره، ولی روز به روز کاهش پیدا میکنه، اشتهای طفل خراب میشه، گنگسیت پیش به وجود میه و امکان ازی است که تب فوق العاده بلند بره پیش از اینا. این حالاتی است که باید شما شخص به دکتر باید ببرین که ضرورت به این داره که ممکن انتان ثانوی مداخله کرده باشه و ممکن سینه و بغل به وجود آورده باشه، التهاب ساینس ها را به وجود آورده باشه و در نزد اطفال التهاب برانچ ها را به وجود آورده باشه. این حالت است که باید شخص نزد دکتر مراجعه بکنه و یک در مرکز صحی باید تداوی شود. بله، در مورد که در خانه دکتر صاحب میتونه کمک بکنه چی بوده میتونه؟ بیشتر کسا جوشانده استفاده میکنن، آیا میتونه کمک بکنه؟ خب گفتم میشه که بعضی عوامل را میگه که بعضی کارهایی را میگه شما باید بکنید، پیش قدمهایی باید داشته باشید. خب میگه شما شخص کایل و اطفال اگر باشه غذای خوب بتین بر از اینا، غذای خوب به این مانا میوه خوب بتین، مایات خوب بتین بر از اینا، غذاهای قوی بتین بر از اینا که اونا سرشار از پروتئین باشه، از گلوکوز باشه، یعنی تمام مواد اولیه و ضروری را در خود داشته باشه، اینا را بر از اینا بتین. هر قدری که مایات زیادتر گرفته میشه برای شخص بسیار خوب است، یعنی مکانیزم دفاعی عضویت بلند میبره. در هر صورت شخص باید تقویه بکنه خود، ولی کسایی که مشکلات نفس کوتاهی و مثلا مشکلات قلبی، دیابت و اینا دارن در مراحل پیشرفتهشان، اینا تداویشان فرق میکنه و برای از اینا باید تداوی بسیار درست انجام شه تا باشه مشکل اصلی از اینا را تشدید نکنه. مثلا کسی که عدم کفایت قلب داره با یک ریزش ممکن مشکل از این را به شفاخانه بستر شدن برسانه و حتی مشکل به جنجال های کلان. مادری که مصاب به ریزش یا سرماخوردگی است امکان از این میره میتونه که برای اولاد خود، برای طفل شیرخور خود شیر بده؟ بله، از نظر شیر مشکل نداره شیر داده شود، ولی خوب از در قسمت انتشار از این گفته شود. بله. خوب گفتم میشه
هم فلو و هم سرماخوردگی، هر دوی از اینا فوق العاده، یعنی انتشار از اینا فوق العاده سریع است، فوق العاده ساری است. در تایید صحبت شما جالبی است که در یک خانواده، وقتی مثلا یک خانواده 6-7 نفری، یک نفر ریزش میشه، همه اعضای خانواده به تعقیب هم تو نوبت است. بله بله، همگی ریزش میشن. حتی برای گفته میشه شما اگر دست میتین با کسی، قول میتین، ممکن از یک شخص به دیگر شخص انتقال بکنه، در سایر امراض کمتر هستی. به خاطر از این شما زمانی که او شخص اگر افرازات خود پاک کرده باشه با دست و یا هم با دستمال، دستمال کاغذی پاک کرده باشه، زمانی که شما با اونا دست میتین، ویروس ها از طریق دست از اونا به شما انتقال میکنه و زمانی که شما چشمای خود خارج میکنین یا بینیده، از این طریق وارد عضویت میشه. با کسی صحبت میکنین از نزدیک، به همین خاطر است که گفته میشه در کودکستان ها، مکاتب، اگر یک شخص مشکل پیدا میکنه، او باید چند روز رخصت باشه نیاد، چون دیگرا را میگیره. و ظروف زمانی که ظروف به صورت مشترک استفاده میشه، اینا هم فوق العاده میتونه سبب انتشار مرض بکنه. حتی دستپاک، روی پاک، اینا هم میتونه باعث انتشار مرض و انتقال مرض از یک شخص به شخص دیگه شه. همین است که در فامیل اگر یک شخص را میگیره، ممکن تمام فامیل را بگیره و مادرها میتونن شیر خود بتن بر طفل و این انتشار، یعنی سرایت زیاد نداره از این طریق. و اگر داشته باشم، شیر دادن مهمتر است نسبت به این که یک طفل اگر یک ریزش بکنه. و آیا واکسین های سرماخوردگی که وجود داره مفید و کارآمد هست یا خیر؟ بله مریم جانی، بسیار گپ خوب است که ما در شکل کامن کولد و یا سرماخوردگی واکسین نداریم. عامل سببیش رینو ویروس و عکس سایر ویروس هاست. کدام واکسینی برای از اینا وجود نداره و در شکل فلو یا اینفلوئنزا واکسینا وجود داره که ما معمولا برای کسایی که مشکلات صحی زمینه‌ای داره، ما برای اونها تجویز میکنیم سال یک بار واکسین میشه شخص، خصوصا در فصل خزان، خصوصا کسایی که مشکلات تنفسی و قلبی دارن. ولی گفته شده این واکسینا 100% معافیت ایجاد نمیکنه و ممکن باعث از این شود. فقط مثل واکسین های دیگه، یک سرخکان است یا واکسین های توبرکلوزی، اینا در اطفال داده میشه، اینا هم همو سیر مرض بطی میسازه، یعنی اگر شخص را ریزش میگیره زودتر خوب میشه، یعنی بسیار عمیق و شدید نمیشه پیش شخص، زودتر رفع میشه و زودتر از بین میره. ولی در کشور مثل افغانستان بهتر از همه واکسین ریزش شوند. بله، بسیار تشکر، بسیار خوش آمدید جناب. تشکر از شما، هم زنده باشید. بله. با طرف وقفه خود رفتیم مریم جان و پس از او هم دوباره برمیگردیم با پدری که دنبال گم شده خود هستند، فرزندشان سلیمان جان، و مهمان ما هم عبدالبصیر. میخوایم که حرف صحبت بیشتر پس از وقفه داشته باشیم. حال هم وقفه. سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنید و برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنید.